مواد لازم برای تهیه شیرینی لطیفه: تخم مرغ 3 عدد، بیکینگ پودر 1 قاشق چای خوری، آرد سفید 150 گرم، پودر قند 150 گرم، وانیل به مقدار کم. برای درست کردن این شیرینی باید زرده و سفیده تخم مرغ رو جدا کنیم. در ابتدا سعی کنن سفیده رو توی یه ظرف بزرگتر بریزن، که چون نهایتاً همه مواد باید به همین ظرف منتقل بشه، جا برای زدنش باشه. دوستان دقت داشته باشن وقتی که میخوان زرده و سفیده تخم مرغ رو از هم جدا کنن، داخل سفیده سعی کنن اصلا زرده ای نباشه، چون مانع از پف کردن و فرم گرفتن سفیده میشه. حالا داخل زرده اشکالی نداره اگر یه مقدار سفیده بره، و ظرفی که میخوان سفیده رو بذارن سعی کنن که خیس نباشه، آری از هر نوع چربی باشه که راحت اون سفیده فرم بگیره. سفیده باید به دور تند زده بشه. خب یه مقدار هر وقت که توی دستورا زرده و سفیده تخم مرغ دوستان میخوان از هم جدا کنن، بهتره که بعد از اینکه سفیده رو یه مقدار زدن، یکم از اون پودر قند یا شکری که توی دستور گفته شده رو به این اضافه کنن، که این باعث بشه که در واقع سفیده ما سفت‌تر بشه. یک یا دو قاشق یا نصفی از پودر قند رو به این اضافه میکنیم و کم کم شروع میکنیم به فرم دادن. بقیه‌شو نگه می‌داریم برای زرده. ببینید اندازه که معمولا میگیم که سفیده باید در حدی زده بشه که وقتی ما ظرف رو برمیگردونیم سفیده از داخل ظرف بیرون نریزه، و بعد شروع میکنیم به زرده رو به همراه وانیل و پودر قند زدن. دوستان دقت داشته باشن اگر اول زرده تخم مرغ زدن و بعد خواستن سفیده تخم مرغ بزنن، حتما باید پرهای همزن رو در بیارن، بشورن، خوش کنن و بعد سفیده رو بزنن. ولی اگر اول سفیده زده شد دیگه احتیاجی به این کار نیست. یه مقدار وانیل ما استفاده میکنیم به میزان تقریبا 1/4 قاشق چای خوری، و زرده های تخم مرغ معمولا با مواد معطر زده میشه که بوی زخم تخم مرغ از بین بره. به همراه پودر قند زرده تخم مرغ رو با دور کند همزن بزنن که کیفیت بهتری به شیرینیمون بده. به مدت تقریبا 5 دقیقه باید این زده بشه. زرده ها رو به سفیده ها اضافه میکنیم. از این مرحله به بعد دیگه ما اصلا با همزن کار نمی کنیم، چون اگر با همزن کار بشه باعث میشه که این دقیقا پف سفیدهی که ما ایجاد کردیم رو از بین ببریم. خیلی آهسته زرده و سفیده رو با هم ترکیب می کنیم. یک قاشق چایخوری بیکینگ پودر داریم که به همراه آرد ترکیبش می کنیم، و بهتره که حتما با الک اضافه بشه که در واقع حوادهی کرده باشیم آردو، و اگر آرد ناخالصی داشته باشه گرفته بشه. کم کم به وسیله الک اینو اضافه میکنیم. شیرینی لطیفه یه تر معمولا توی قنادی ها تقریبا به اسم خامه کتابی هم معروفه. غلظت کار باید به این شکل باشه، یعنی اگر من داخل روی لیستک اینو میریزم حالت روون نریزه پایین. برای شیرینی لطیفه ما احتیاج به یه ماسوره داریم که تقریبا قطرش بین 1 تا 1.5 سانت باشه. 1.5 سانت بهتره به این شکل، و استفاده از قیف مواد رو داخل قیف میریزیم. سینی رو کاغذ روغنی میندازیم و با فاصله توی سینیمون میچکنیم. ببینید دوستان به این شکل سینی رو چرب میکنیم که کاغذ روغنی، ببینید وقتی که من اینو میریزم بالا نیاد با کار ما. به خاطر اینه، فقط تنها علتی که سینی رو چرب میکنیم به همین خاطره. بعد از اینکه با فاصله، حتما فاصله رو رعایت کنن دوستان، چون اگر که نزدیک به هم باشه ممکنه توی فر این به هم بچسبه. بعد از اینکه مواد توی سینی ریختن، فقط اینه که آخرین درجه فر اینو 20 دقیقه از قبل گرم کرده باشن، و طبقه وسط فر به مدت تقریبا 7 تا 10 دقیقه، یعنی اندازه‌ای که تقریبا زیر شیرینی حالت برشته میشه و روی شیرینی یکم طلایی میشه، اینو توی فر میذارن، و بعد از اینکه از فر بیرونش آوردن اجازه میدن که این کاملا خنک بشه، و بعد از اینکه خنک شد بلافاصله توی ظرف دربسته قرار میدن، چون این توی دمای محیطی قرار بگیره خیلی زود خشک میشه. بعد از که کاملا خنک شد خامه رو فرم میدن و توی قیف و ماسوره ریخته میشه، و جفت جفت بین هر کدوم از اینا خامه قرار میدیم و با خلال پسته تزیینش میدیم.